The gap between rich and poor is wide in the UK. انگلیس در حالی وارد سال جدید میلادی شده که بر اساس شاخص‌های اقتصادی در بدترین شرایط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفته. The cost of living too high. هزینه‌های زندگی بسیار زیاد شده. زمان انتظار بیماران بسیار طولانی است. بدهی‌ها به اوج رسیده و تورم کاملا آزاردهنده شده. مردم می‌پذیرند که همه یا بخشی از این چالش ها به کووید و جنگ در اوکراین مربوط است. داده های آماری در انگلیس نشون میده هزینه های زندگی در این کشور به بالاترین میزان در نیم قرن اخیر رسیده. در میان خانوارهای کم درآمد، سالخوردگان و مستمری بگیران در شرایط بغرنج تری قرار گرفتند و بارها در اعتراض به بی‌توجهی های دولت به ناتوانی آنان در تامین هزینه های ضروری زندگی به خیابان ها آمدند. The country has been suffering in so many ways. کشور ما از مشکلات متعدد رنج میبره به خاطر اینکه دولت ما همه خدمات لازم برای یک زندگی معمولی برای ما رو قطع یا کم کرده. در همین لندن شمار زیادی از افراد بی خانمان شدند برای اینکه دیگه نمیتونن اجاره خونه پرداخت کنند. بنیاد جوزف رامتری اخیراً اعلام کرد 14.5 میلیون نفر از جمعیت حدود 68 میلیون نفری انگلیس در فقر به سر میبرند. صف مردم گرسنه برابر سازمان‌های خیریه به منظور دریافت وعده غذایی روز به روز طولانی تر می‌شود. زنان و مردان شاغل برای دریافت کمک‌های غذایی به ما مراجعه می‌کنند. بازنشستگان و افراد شاغل تا کنون به این کمک‌ها نیازمند نبودند، اما اکنون آنان نیز کمک غذایی می‌خواهند. نهادهای ناظر می‌گویند بیش از 2,100,000 بازنشسته انگلیسی هم اکنون در فقر به سر می‌برند. اندیشکده‌های انگلیسی اعلام کردند در سالی که گذشت 16-20% زنان و مردان بازنشسته در این کشور در فقر بودند که در صورت تداوم شرایط اقتصادی جاری شمار آنان امسال به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.